اتحاد اسلامی تو کو کو یک گام پیشرفت اتحاد اسلامی نه. چرا؟ این 10 سال را حساب کنید، از 10 سال قبل وضع مسلمین بدتره. نه اینکه جلو نرفته، عقب رفته اصلا. چرا؟ تنازل، تدعون إلى التنازل، ودعون الطرف الآخر إلى التنازل أيضا، فقد تدعون هذا الطرف. هذا تقريب، هذه وحدة. نترك كتاب الله لأجل فلان وفلان، نترك أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأجل فلان وفلان، حاشا لله. 1400 سال گرفتار این فکر موهوم و خرافی حفظ وحدت بودیم. ادهی بدشون میاد به جهنم، بدشون بیا. نه اینکه جلو نرفته، عقب رفته اصلا. چرا؟ اللعن من الواجبات ليس من المستحبات. لعن اعداء الله من الواجبات. اللهم لعن ابا وعذ آقایون اهل تسنن، مولوی ها که سرتون رو زیر برف کردید یا گوشاتون رو گرفتید که نمیشنوید، یا جواب کسانی که از شما سوال میکنن نمیدید. وقتی قرآن کریم به مسلمین میفرماد، حتی به اهل کتاب یعنی به مسیحی و یهودی و اینا، به اونا بگید تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی اونا که اصلا مسلمان نیستن، اصلا پیامبر اکرم رو به عنوان پیامبر خدا و آخرین پیامبر اصلا قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن. وقتی خدای متعال در قرآن میفرماد که به اونهایی که اصل خدا را و آخرت رو قبول دارن، بهشون بگید بیایم از مشترکات شروع کنیم. خب حالا سوال اینه که قرآنی که نسبت به دیگران این گونه دستور میده به مسلمانان، در مورد رابطه مسلمان با مسلمان چی میگه؟ آیا چون این قرآنی اجازه میده که مسلمانی مسلمان دیگر رو تکفیر کنه؟ تکفیری شیعه یا تکفیری سنی یا هر تکفیری دیگری؟ اینا روششون ضد تمدن سازی است. امروز بدونید با تفکر تکفیری نمیشه تمدن اسلامی دوباره ساخت. سعی باید بکنیم که نه فقط جدال زبانی نداشته باشیم، تنافر قلبی هم نداشته باشیم، درست عکس اون چیزی که امروز دشمنان اسلام در صدد ایجاد اون در جامعه اسلامی هستند. رهبران دینی تشیع و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام بزرگوار و دیگران این همه تأکید میکنند بر حفظ اتحاد امت اسلامی و برادری مسلمانان با یکدیگر، اون وقت یه عده‌ای دنبال آتش افروزی، دنبال ایجاد درگیری و اختلاف. این همون چیزیست که دشمن میخواد، این همون چیزیست که دشمنان دنیای اسلام که نه شیعن نه سنین، نه اینو دوست دارن نه اونو دوست دارن، اینا رو باید بفهمیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.